به نام آن که پروانه حیران اوست. شاید همین الان خیلی از شماها پروانه رو تو ذهنتون تصور کرده باشین. پروانه شما میتونه زرد یا آبی یا هر رنگ دیگه ای باشه. پروانه شما میتونه بره توی باغ بزرگ پرواز کنه یا روی گل زیبا بشینه یا بره پشت پنجره اتاق اون کسی که دوستش دارین. خانه‌ها همه این تصورات میتونه تو ذهن شما شکل بگیره. من از دوران بچگی عاشق دنیای تصاویر بودم و همیشه دنیای تصاویر برام پر از رمز و راز بوده. یادم هست وقتی که بچه بودم خیلی دوست داشتم یک میدونی بود که نزدیک خونمون بود از اونجا همیشه رد بشیم. اونجا یه سینما بود. همیشه دعا می‌کردم که به اونجا می‌رسیم ترافیک باشه تا من خیلی خوب بتونم اون سردرب سینما رو ببینم. با تصاویر بازیگرای معروف و تصاویر بزرگ پرده سینما کیف می‌کردم و یه جورایی هضم کردم. بعد از اون در دوران دانش آموزی یادم هستش که حالا ما که دهه 60 و اینا دانش آموز بودیم اکثر کتابا سیاه و سفید بود. به جای درس هنرم ریاضی داشتیم. من فقط درس جغرافیا رو دوست داشتم به خاطر اینکه همیشه معلمش با یه نقشه‌های رنگی و کره جغرافیایی میومد سر کلاس. عاشق جغرافیا بودم، با همه کلاس‌ها فرق می‌کرد. وقتی وارد دانشگاه شدم همیشه یه حس عمیق من رو به سمت این می‌برد که با اساتید در مورد سینما و فیلم صحبت کنم. یه جوری بحث سینما و فیلم رو وسط می‌کشیدم تا در مورد اون مسائل صحبت کنیم. یادم هستش که یه جلسه با یکی از اساتید داشتیم در مورد یکی از فیلم‌های سینمایی صحبت می‌کردیم. از اون انتهای کلاس یکی از دانشجوها گفت منم دیدم. خیلی تعجب کردیم. همه برگشتیم به سمت انتهای کلاس. اون دوست ما نابینای مادرزاد بود و قبلاً هم نمی‌تونست این فیلمو دیده باشه. من خیلی تعجب کردم. رفتم کنارش و خیلی آروم ازش پرسیدم چطوری؟ گفت من همیشه با برادرم میرم سینما و خیلی خوب به دیالوگا گوش میدم. هر جا هم که دیالوگی نداره برادرم خیلی آروم اتفاقات رو در گوش من گوش میکنه و من همه فیلم‌های سینمایی رو اینطوری میبینم. تمام تصورات من از سینما عوض شد. اصلا از دیدن عوض شد. فهمیدم که دیدن به چشم و نگاه کردن نیست و دنیای سینما انقدر جذاب و جادویی هست و فراگیر که حتی یه نابینای مادرزاد رو هم از خودش محروم نمی‌کنه. تو دوران دانشجویی فعالیت‌های فرهنگی انجام می‌دادم و بیشترم تو حوزه سینما بود. اولین کانون فیلم رو تشکیل دادیم. خیلی زود به این ایده رسیدم که توی دانشگاه یک جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی رو ارائه بکنیم و بتونیم این ایده رو به قول معروف عملی بکنیم. ولی خیلی زود از ایده خودم سر به نظر کردم. زیاد دانشگاه اون فضایی که من می‌خواستم رو نداشت. سال‌ها گذشت، وارد آموزش و پرورش شدم و تدریس رو شروع کردم. زمانی که سال‌های اولی بود که می‌رفتم سر کلاس، بعد از یه مدتی احساس کردم که کلاس‌هایی که دارم خیلی بی‌روح و رابطه خوبی با بچه‌ها ندارم. و همه کلاس‌هایی که تدریس می‌کردم شده بود درس و درس و نمره. بعد از دو سه سال گفتم هر جوری شده بعد این فضا رو عوض بکنم. اصلا لذت نمیبرم، من اینکه با اون همه انگیزه وارد آموزش پرورش شده بودم. در اوایل میرفتم سعی کردم، حالا با اینکه من درسایم که درس می‌دادم نسبتاً سخت بود، سعی می‌کردم یه نقاشی چیزی پای تخته بکشم تا یه ذره فضای کلاس عوض بشه. بعداً می‌گشتم و یه کلیپی یا فیلمی پیدا می‌کردم و برای بچه‌ها ارائه می‌دادم. زمانی هم که هیچ کدوم از اینا نبود یه ضبطی با خودم می‌بردم و چند تا نوار کاست و موسیقی بی‌کلام برای بچه‌ها می‌ذاشتم، مثل پیانو و مثل سنتور. فضای کلاس کاملا عوض شده بود. خودم احساس می‌کردم که دیگه اون کلاس‌های قبلی نیست. بچه‌هام اگه چیزی نداشتم مثلا قبول نمی‌کردن. همه‌شون دوست داشتن که من هر جلسه با یه ایده حالا بصری یا یه موسیقی یا وادی هنر وارد کلاس بشم. یه مدت گذشت و دیدم که نه، واقعا داره یه اتفاقی توی کلاس می‌افته. از بچه‌ها خواستم که همه‌شون یه فیلم کوتاه بسازن. ابتدا خیلی تعجب کردن. آقا ما نمیتونیم. مگه میشه؟ یا چجوری؟ بعضیشون میپرسیدن که نمره داره. منم برای اینکه اون ذوقشون رو بسنجم میگفتم که نه، نمره نداره و فقط ببینم که چیکار میکنین. این رو من بگم که یه دانش آموزی بود همیشه میومد دم در کلاس من، دم دفتر، میگفت من هیچ ایده‌ای به ذهنم نمیرسه، نمیتونم و اینچنین و آنچنان. بهش گفتم خیلی خوبه، من نمیتونم فیلم کوتاه بسازم، همین فیلم رو بساز. و اون رفت ساخت. سالهای بعد همیشه بچه‌هایی که میگفتم ما نمیتونیم فیلم بسازیم، میگفتم این فیلم رو ببینید، من نمیتونم فیلم کوتاه بسازم. همه فیلماشون هم 3-4 دقیقه‌ای و حالا 5 دقیقه بود.
یه ذوق و شوقی توی بچه‌ها ایجاد شده بود سر کلاس‌های من که حالا یه تایمی رو ما بذاریم و فیلم‌هاشون رو ببینیم. به این نتیجه رسیدم که یه ذره کارامو بس بدم و گسترشش بدم. شاید بدون اغراق بگم 16 17 تا مدرسه دولتی و غیر دولتی رفتم و همه‌شون دست رد به سینم زدم که آقا مدرسه جای اینجور چیزا نیست و هنر و اینا به قول معروف جاشون مدرسه نیست. حالا من خودم معتقدم یه پزشک، یه وکیل، یه دکتر، مهندس، هر کدوم از اینها اگه دید هنری داشته باشن خیلی میتونن مفیدتر و موفق‌تر باشن، چون الان بهش رسیدم. ولی خب اون تغییر سبک سنتی آموزش شاید برای خیلی‌ها، خیلی از مدارس قابل قبول نبود. ناامید نشدم، فکر می‌کنم بعد از مدارس زیادی که رفتم بالاخره یه مدرسه پیدا شد که تمام و کمال از ایده ما حمایت کنه. اتفاق بزرگی افتاد. دیگه سر اون کلاس ها از بچه ها میخواستم که فیلم کوتاه بسازن. اولین سالی که این اتفاق افتاد همه بچه ها رو توی کلاس بزرگ جمع کردم. معلم ها هم خواستم که بیان و فیلم ها رو نمایش دادیم. بعد از اینکه فیلم ها رو نمایش دادیم همه میتونستن رأی بدن و فیلمی رو که دوست دارن انتخاب کنن. اتفاق خیلی جالبی افتاد. دانش آموز ساکت و میشه گفت متوسط کلاس بیشترین رأی آورد و فیلمش اول شد. از اون روز اصلا یه آدم دیگه ای شد. هنوزم من با اون دانش آموز در ارتباط هستم و معتقدم هیچ آدمی معمولی نیست. فقط بعد این تفاوت‌ها پیدا بشه. همه دانش آموزا یه پدیده هستن. اگه این اتفاق تو سنین کمتری رخ بده اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای پیدا میکنن و اصلا مسیر زندگیشون عوض میشه. ما آرزوهای بچه‌ها رو بروز کردیم. بعد از این دیگه دیدم یه شور و شوقی بین معلما، بین خانواده ها، پدر مادر رو همه پیگیرن. ایده دوران دانشجویی دوباره جون گرفت و من به فکر این افتادم که چرا برای دانش آموزا جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی رو ران اندازیم. بعد از اینکه این ایده سر و شکل گرفت استارتش رو زدیم و یه دبیرخونه و به قول معروف یک مؤسسه ای رو در کنار مدارس داشتیم که از همه مدارس دعوت کنیم و بیان و فیلم بسازن. سال اول سال عجیب غریبی بود. ما گروه تشریفات داشتیم و همه کارا رو هم به دانش آموزا سپرده بودیم. داوری فیلم ها، گروه موسیقی، تشریفات، انتظامات و هر کسی که شاید وارد اون سالن جشنواره ما میشد تعجب میکرد که از مجری جشنواره تا همه عوامل دانش آموز هستن، از اول ابتدایی تا پیش دانشگاهی. به نظر من یه اتفاق بزرگی داشت رخ میداد و توی جشنواره ما، تو همون جشنواره اول، یه دانش آموزی بود که به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. یه پسر بچه بود. این انقدر هول شد رفت سمت در خروج. دی بچه های تشریفات آوردنش و گفتن بیا رو سن. دختر بچه بود که خیلی کوچیک بود و انقدر ذوق زده شده بود روی سن اشک میریخت. من همه این تصاویر و فیلم ها رو دارم. فوق‌العاده بود. پدر مادر رو به افتخار بچه‌هاشون بلند می‌شدن، معلم‌هاشون، همه عوامل. اما تو جشنواره اول یه اتفاقی افتاد. اصحاب رسانه اومده بودن، هنرمندا اومده بودن، معلم‌ها و بچه‌ها با خانواده‌هاشون اومده بودن، ولی از آموزش و پرورش تعداد خیلی کمی اومده بودن. گذشت. جشنواره اول سر و شکل گرفت، قضیه خیلی جدی‌تر شد. این شاید بگم جادوی کار جمعی بود. بعد از اون من اینکه اون سالها بعد از 2-3 ساعت درس دادن خسته می‌شدم، انقدر کار برام لذت بخش بود که اصلا متوجه نمی‌شدم که تا پاسی از شب توی مدرسه هستم. همه بچه‌ها هم می‌موندن و خیلی برای خودم جالبه که بعضی از اولیا زنگ می‌زدن که این تا مثلا چند سال پیش ساعت 12:01 می‌شد از مدرسه فرار می‌کرد، الان مثلا ساعت 10 شب میگه من تو دبیرخونه جشنواره هستم. و به هر کدومم یه مسئولیتی داده بودیم. این نکته رو هم بگم، ما واقعا به بچه‌ها مسئولیتی داده بودیم که حس غیر واقعی مهم بودن رو نداشتن. اونا واقعا مهم بودن. یعنی هر کدومشون تو هر بخشی اگه نمی اومد یه جای جشنواره به قول معروف خراب میشد و اون چیزی که میخواستیم اتفاق نمی افتاد. کم کم جشنواره ما رسانه‌ای شد. خیلیا جشنواره رو شناختن. همه بچه‌ها با همه قابلیت‌هاشون می اومدن و شرکت میکردن. لذت دیده شدن انقدر برای بچه‌ها مهم بود که دایی‌شون زنگ می‌زدن به دایی‌شون از اصفهان، از شهرهای دیگه که فقط میان تو فیلم‌هاشون بازی کنن. بعد از اون من دیدم که دیگه معلم‌ها معیارشون نمره و اینجور چیزا نیست. بچه‌ها رو با فیلم‌هاشون، با اون هنرها و به قول من استعدادهایی که دارن می‌بینن. سینما انقدر این قابلیت رو داره و هنریه که انقدر گسترده است که همه اینها رو می‌تونه توی خودش جذب کنه. من می‌دیدم خیلی از دانش آموزا مثلا نمیتونن فیلم بسازن، میرن پوستر فیلم دوستاشون رو طراحی میکنن.
یکی میره موسیقی فیلم دوستش رو انجام میده. و کار انقدر جمعی بود که وقتی یه نفر میومد روی سن با تمام عوامل میومدن و این حس خیلی خوبی هم برای معلم ها هم برای خود بچه ها داشت. کم کم جشنواره ما همینجوری جلوتر و جلوتر رفت و دیگه بچه های ما دیگه از جای مختلف میومدن و به قول معروف اونها رو تشویق میکردن و میدیدنشون. بعد از یه مدتی من دیدم که کارگردانای معروف و منتقدها و اینها هم میان سراغ بچه‌ها و از اونا میخوان که در فیلم‌ها بازی بکنن و شرکت داشته باشن که الان خب تعداد زیادیشون وارد عرصه سینما شدن و این لذت رو ما هم میبریم. فقط و فقط جشنواره ما برای دانش آموزا مهم نبود. بعد از یه مدتی دیگه برای یه پدر بزرگ اونقدر مهم بود که جایزه بهترین بازیگر بزرگسال رو میگرفت یا دایی یکی از بچه‌ها توی یه فیلمی بازی میکرد و کاندیدای بهترین بازیگر میشد. به اندازه همون هم یه دختر بچه کوچیک این ذوق رو داشت که کاندیدا بشه. جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی سعی میکرد همه این استعدادها رو در کنار خودش داشته باشه. دانش آموزی داشتیم که در گروه موسیقی بود و میومد جلوی 500-600 نفر سازشون که همون ویالون بود میزد و همه خانوادهش و همه معلم‌ها به ذوق و شوق میومدن. جشنواره ما همیشه هم شاید تو سالهای اول یه ذره استرس و اینو داشتیم که اگه پر نشه یا مثلا سالن خالی بمونه، ولی اتفاق جالبی که حالا بعدها خواهید دید سالن در چند لحظه اول که شروع میشد دیگه جایی نبود و حتی بچه‌ها توی پله‌ها میشستن. روز اختتامیه روز عجیبی بود. به جایی که آدمای معروف و به قولی سلبریتی ها اینها بیان توی جشنواره، همه رسانه ها می اومدن سراغ بچه ها، می رفتن کنار میکسون باهاشون مصاحبه می کردن، فردا صبح روی سایت ها و اینها اسامیشون دیده می شد و همه در مورد اونها صحبت می کردن و فکر می کنم توی آموزش پرورش اتفاق خیلی عجیبیه. در کنار این اتفاقات دانش آموزی هم داشتیم که مثلا 3-4 سال فیلم می ساختن اتفاقی نمی افتاد، برای تو سال پنجم جایزه بهترین فیلم یا کارگردانی رو می گرفتن. در کنار همه اینها اتفاقای حالا ناراحت کننده هم داشتیم. خب خیلی از بچه‌ها با یه ذوق و شوقی از شهرهای مختلف دور و نزدیک می اومدن ولی خب کاندیدا نمی‌شدن یا فیلمشون دیده نمی‌شد، جزء برگزیده ها نبود چون هزاران فیلم میومد بعضن. یه کار خوبی انجام میداد دبیرخونه، میومد از قسمت‌های مختلف این فیلم‌های بچه‌ها اون گلچی می‌کرد 10 ثانیه 20 ثانیه و تو پرده بزرگ سینما فیلم‌هاشون رو نشون میداد و اینها در کنار خانواده‌هاشون از اینکه فیلمشون رو حداقل چند لحظه می‌بینن لذت می‌بردن. در کنار همه اینها یه اتفاقی افتاد که من ارزش کار خودم رو و تیم خودمون رو بیشتر دونستم و آن این بود که من یک بار یکی از دانش آموزام مریض احوال بود و ما رفتیم بیمارستان به خاطر سرطان، خیلی تحلیل رفته بود. وقتی بالا سرش رفتم دیدم پدرش به یه جایی داره اشاره میکنه. من نگاه کردم دیدم بالا سر این دانش آموز تندیس جشنواره یک سال قبل گرفته. اون دانش آموز الان دیگه بین ما نیست ولی واقعا به کار خودمون ایمان آوردم و دیدم که این تفاوت‌ها، این ایده ها میتونه چقدر مؤثر باشه که یه دانش آموز به قول پدرش همیشه در کنار خودش این تندیس رو داشت حتی تا نزدیک زمان مرگش. نکته مهمتر اینه که الان جشنواره ما از همه استان‌ها و شهرها، از سیستان و بلوچستان، یزد، شیراز، شمال کشور و غرب و شرق فیلم میاد، داوری میشه. داورای جشنواره ما دانش آموزا هستن و همه این لذت دیدن رو در کنار هم احساس میکنن. جشنواره ما الان 10 ساله که ازش میگذره و به صورت کاملا اتفاقی اختتامیه 10 دورهش کمتر از 24 ساعت دیگه هستش. همه حرفایی رو که تا الان زدم و شما شنیدین رو در قاب تصویر ببینیم. دوباره برمیگرد. Thank you.
همین الان یه تیم 45 نفری از دانش آموزای ابتدایی و راهنمایی دارن کارهای دبیرخونه رو انجام میدن، کارهای اختتامیه رو برای جشنواره فردا. جالبه که بگم توشون دانشجوهای کارشناسی و کارشناسی ارشدی هستن که 10 سال پیش همونطور که دیدین این فیلم ها رو ساختن، ولی هیچ وقت دبیرخونه رو ترک نمی کنن. جایی که تمام قد دیده شدن رو هیچ وقت ترک نمی کنن. و این جشنواره ما یه دبیرخونه ای داره به وسعت تمام ایران. اون پروانه ای رو که اول گفتم اگه خاطرتون باشه و تصویر کردیم رو یادتون باشه، جشنواره ما یه ایده بود که با فطرت پاک بچه‌ها شکل گرفت. ما اون پروانه رو دادیم دست بچه‌ها، بردن هر جا که دوست دارن تا پرواز کنه و هر جایی که دوست دارن بنشوننش. من معتقدم شاید این ایده پروانه یه ذره رویایی و لطیف باشه، ولی همه آدما یه پروانه خیالی تو زندگی دارن که یه روزی میتونن تو زندگی واقعی بهش برسن و به زندگیشون معنا بدن. امیدوارم که شما هم پروانه زندگیتون رو پیدا کنید.